عالی شده. یعنی مگه میشه بچه ها اینو دوست نداشته باشن؟ بریم کنار آب. بسیم یه روز بیاییم خلوت باشه. اینا هم دارن از خلوتی استفاده میکنن، کارا رو انجام میدن. حالا من همشون رو به این صورت آماده میکنم و دیگه تمام. خودش هم میگه، آقای میگه این راحت تره. سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اول ویدیو دیدید مشغول کارم، دارم غذا درست میکنم. منتها غذایی که دارم درست میکنم ساندویچه. میخوایم با بچه ها بریم پیکنیک، هوا خیلی خوبه، آفتابه، یه کوچولو باد میاد. بعد دیگه ما هم حوصلمون سر رفته، امروز هم دیگه کارنامه هاشون رو گرفتن و کلن تعطیلن. بچه ها یک هفته از تعطیل شدن. بعد دو سه روزم هستش که بهشون قول دریا دادم. امروز وقتم آزاد بود، دیگه بلند شدم، از صبح کارامو کردم. سینه مرغ رو هم گذاشتم پخته، میخوام با این سینه مرغ ساندویچ درست کنم. چون دریایی که میخوایم بریم سری قبلی، این سیم میکروفون من داره کش میاد، چون که باید از این میکروفونای بدون سیم بگیرم، یادم باشه این یکی از کارهاییه که باید انجام بدم. بعد سری قبلی رفتیم اون دریایی که الان میخوایم بریم، اونجا غذا خوریم. غذا خوریش کمه، دو سه تا بیشتر نیست. من دو تاشو دوست نداشتم، یکیش که تمیز بود و خوبم بود رفتیم، کیفیت غذاش رو دوست نداشتم. برای همین الان توی خونه دارم براشون یک ساندویچ مرغ خوشمزه مخصوص پیکنیک درست میکنم که دیگه داره آماده میشه. کاری هم نداره، سینه مرغ میخواد و قارچ میخواد. حالا نشونتون میدم چجوری درست میکنم. اینا رو جمع کنیم و بچه ها حاضر بشن بریم. شمارم با خودم میبرم، حالا هوامون عوض بشه و ببینیم که بیرون چه خبره. وسط هفته هم هست، وسط هفته که البته نه، جمعه است. جمعه است و فردا تعطیلاته. بریم ببینیم، شلوغ خلوت. من دوست ندارم زیاد شلوغ باشه، زیادم خلوت باشه جایی رو دوست ندارم. اما خب جایی که آدم میشینه یه آرامش نسبی داشته باشه خوبه. حالا این سینه های مرغ رو باید ریش ریش کنم و بهتون نشون میدم میخوام چیکار کنم. این یه سینه کامل مرغه. غذاهای اینجوری سالم تره. بعدم وقتی چیزی باشه که بچه ها دوست دارن، یعنی یه ساندویچی باشه که خوشمزه باشه و بچه ها میپسندن، دیگه براشون فرقی نداره که شما حالا بیرون غذا بخوری یا با خودت برده باشی. مهم اینه که اون غذا رو بچه ها دوست داشته باشن. به نظرم همونجوری که میبینید یه پیاز رو من خورد کردم، گذاشتم رو حرارت. یه کمی که سبک شد از این فلفلای رنگی شیرینه قرمزش رو من ریختم، پاپریکای شیرین. بعد حالا مرغی که ریش ریش کردم رو میریزم روش. نباید بذاریم پیازمون سرخ بشه، چون سرخ که بشه و قهوه‌ای رنگ بشه منظره جالبی قاطی موادمون نداره. خیلی کم رب میزنم، نصف قاشق. یه مقدارم سس تند. اول یه کمی تفت بخوره، بعد با موادم قاطی میکنم.
خب حالا قارچا رو اضافه میکنم. نمک، فلفل سیاه و آویشن یا اورگانو. حالا تو این مرحله از آب مرغی که داریم هم یک مقداری میریزم روش. اینجوری خیلی هم نرمتر میشه بافت موادمون، هم خوشتمتر میشه. یه ملاقه کافیه. صبر میکنم این آب مرغی که ریختیم رو موادمون کشیده بشه، تبخیر بشه. بعد اینجا من پنیر کاشار رنده کردم. پنیر کاشار ترکیه توی غذاها زیاد استفاده میکنن، توی پیتزا هم میریزن. میتونید پنیر پیتزا بریزید منتها بعد از اینکه آب مرغ خوش شد. حالا درش رو میذارم که پنیر آب بشه. وقتی که پنیرش آب شد خاموش میکنیم و دیگه آماده است. آماده است. این الان میره برای اینکه ساندویچ بشه. نون لواش گرفتم که راحتم لقمه بشه و سبک باشه. اینجا رو ببینی؟ ببینی؟ عالی شده. یعنی مگه میشه بچه ها اینو دوست نداشته باشن؟ سپر خوبه؟ خیلی مرسی. چونتون خوب یه کمی هم از این کاهو خیارشون بذارم براتون یا نذارم؟ بذارم؟ گوجه برای من گوجه نازم. بخواه این زیرشون بندی که محکم بشه. اینم از نو از این ساندی. حالا من همشون رو به این صورت آماده میکنم و دیگه تمام. رسیدی؟ چه هوای خوبی هم هست، فقط خیلی باد میاد. اینا دارن لای روکو مختنم اینجا. البته این برگا و زبالایی که این کنار جمع شده رو داره با اون تورش جمع میکنه. هوا فوق‌العاده است، جای همگی خالی. اونجا چه خوشگله. آره آره اینجا با صفاه، ورودیش از اونجاست.
اینا هم اینجا قلاب انداختم که ماهی بگیرم. اینجا کم عمقه، کفش دیده میشه، یعنی قشنگ ماهی رو میتونن ببینن. ببینیم چیزی گرفته. خب اینجایی که اول مسیره، من دوست داشتم اینجا بشینیم ولی اینجا دارن معمیر چیکار میکنن. بسیم یه روز بیایم خلوت باشه. اینا هم دارن از خلوتی استفاده میکنن، کارا رو انجام میدن. بسیم یه روز بیایم خلوت باشه. اینا هم دارن از خلوتی استفاده میکنن، کارا رو انجام میدن. بچه ها اینجا رو انتخاب کردن برای نشستن. بچه ها ناهارشون رو خوردن و رفتن مشغول فوتبال شدن، اونجا دارن بازی میکنن. خیلی سکوت و آرامشش خوبه. ما هم اومدیم پیکنیک 3 نفره، بریم کنار آب. یه ریزه بارون هم داره میاد، یعنی تا ما نشستیم و بچه ها خواستن ناهار بخورن بارون شروع شد. حالا یه نمه بارون خیلی کم هم داره میاد. اینجا دیگه نمیشونم. باید از این بر برگردی. میفتم. باید مواظب باشی. نه یا مامان، اگه بابا بود کمکت میکرد. میخوایم بریم اونجا از همین بادکنک‌هاست که روی طناب بستن. سپر میخواد با تفنگ بزنه اینا رو بتره کنه. میگه 4 تا که شلیک کنه 10 لیر. با این تفنگ راحتی سپر؟ نه. نه؟ میخوای عوضش کنی؟ عوض کنم؟ آره اگه میخوای عوض کن. خب بخوای توفنگ تو عوض کن. خودش هم میگه، آقای میگه این راحت تره. بهتر شد؟ آزادی سپه.
باله. از اینجا شیرجه بزنید. بگردیم به سمت خونه.